26مین روز بهمن ماه برابر با 15 فوریه سال 1182 خورشیدی برابر با 1804 میلادی، زادروز شارل آگوستین سنت بوو، منتقد، شاعر و رمان نویس فرانسوی که در یکی از خانواده‌های قدیمی شمال فرانسه به دنیا آمد و در نوجوانی به خواندن آثار نویسندگان رمانتیک علاقه‌مند شد و چیزی نگذشت که به سبب هوش و استعداد زودرس و به واسطه تحصیلات جدی و عمیقی که در زبان و ادبیات فرانسه انجام داده بود به شناختن تاریخ نویسان و متفکران قرن گذشته شوق فراوانی نشان داد و در نتیجه به سوی اصول منطقی تحلیل و تحقیق روحی و فکری سوق داده شد. او در سالهای بعد اثری بدی و ممتاز درباره تاریخ انتقادی شعر و تئاتر فرانسه در قرن 16 میلادی انتشار داد و بدین طریق مبحث تازه‌ای در ادبیات کشور فرانسه گشود و با این اثر بدی یکی از اعثار بسیار مهم شعر فرانسه را به جامعه شناساند. سال 1367 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان و روز ملی این کشور. میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی، پس از به دست گرفتن قدرت در مورد حضور ارتش سرخ در افغانستان اعلام کرد باید هرچه سریعتر این روند پایان یابد. از این رو با گذشت 10 سال از اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی، قوای متجاوز از این کشور خارج شدند. هدف شوروی از اشغال افغانستان تثبیت حکومت مورد نظرش در کابل و گسترش نفوذ شوروی به سوی جنوب آسیا بود. این اقدام شوروی که منافع آمریکا را در منطقه به خطر انداخته بود، با واکنش تند واشنگتن و انجام اقداماتی توسط این دولت برای عقب نشینی ارتش شوروی از افغانستان روبرو شد. سال 1340 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، در گذشت سید علی نصر، بنیانگذار تئاتر ایران که در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات و فراگیری زبان فرانسه به تدریس زبان فرانسوی و ریاضیات پرداخت. سید علی نصر بعدها وارد کارهای دولتی گردید و وزیر پست و تلگراف، سفیر کبیر ایران در چین و هند و نیز نماینده ایران در سازمان ملل متحد شد. وی در آغاز مشروطیت به کار نمایش و تئاتر روی آورد و اقدام به تأسیس تئاتر ملی کرد. نصر برای آموختن فن تئاتر به اروپا رفت و پس از بازگشت کمدی ایران را به سبک تئاتر اروپایی تأسیس نمود. او در راستای گسترش این فن هنرستان هنرپیشگی را بنا نهاد و خود به تدریس تاریخ هنر پرداخت. سید علی نصر را به سبب تلاش‌های فراوانی که در عرصه تئاتر و نمایش به انجام رسانده است، به عنوان پدر تئاتر ایران لقب دادند.